شارژ اپلیکیشن تلفنی دیجیتال، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. در امر پزشکی تشخیص حرف اول را میزند و در زندگی شما سلامت چشم ها و دید شما برایتان در مقام اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا به همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. درود بسیار به شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی. امید من آن است که تندرست و سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان الواندیشو داشته باشیم. پدک را سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی هر هفته روز شنبه به ساعت 12 تایی که بعد از نیمروز به وقت لس‌آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری‌های چشم، در این برنامه درباره بیماری و جراحی چشم شما سخن می‌گویم. بازپخش برنامه طبق اونچه که به من رسیده است این است که چون دوستان از ایران زنگ زده بودن که این برنامه در ساعات مختلف پخش می‌شود، با مدیریت تلویزیون که صحبت کردیم قرار شد که روزهای شنبه یعنی فردا شب از ساعت 11 تا 12 شب و روز به اصطلاح یک شنبه ساعت 10 شب که میشه روز دوشنبه ساعت 9 صبح به وقت تهران بازپخش برنامه خواهد بود. به هر حال امیدوارم که دوستانی که فرصت نمی کنن امروز برنامه رو ببینن بتوانن بازپخش برنامه رو دو بار ببینن، روز شنبه که میشه برای شما یک شنبه و روز دوشنبه برای ایران. امروز قبل از هر چیز خدمتتون عرض کنم که امروز ما برنامه پرسش پاسخ نداریم. دو تا سه برنامه پرسش پاسخ نیست، ولی هفته آینده برنامه پرسش پاسخ داریم. فقط همین برنامه تلویزیون رو امروز داریم که اگر سوالی دارید و اگر فرصتی باقی ماند در پایان برنامه سوالاتتون رو مطرح کنید. حوادثی که در یعنی حادثه‌ای که در هفته گذشته در ایران اتفاق افتاد مطمئناً همه ماها رو تحت تاثیر قرار داد و واقعاً یک به اصطلاح زمین لرزه بزرگی رو
در جان و روح همه مردم ایران به وجود آورد که تقریبا می شود گفت کاسه صبر مردم لبریز شد و شاید بگویم که ضربه محکم دیگری بر پیکر جمهوری اسلامی وارد کرد و امیدوارم که به زودی شاهد سقوط جمهوری اسلامی باشیم. در همین زمینه خب من هم که یک ایرانی هستم مطمئنا تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی که این چند روزه عکس العمل مرگ مهسا امینی رو مرور کردم و در میدیا دیدم که چه واکنش بزرگی علیه به اصطلاح جمهوری اسلامی به راه افتاده، به یاد خودسوزی جوانی افتادم که بهار عربی رو در به اصطلاح کلید زد و آیا این حادثه میتواند جرقه ای بر باروت خشم مردم ایران علیه جمهوری اسلامی باشد یا اینکه باز هم باید ناظر باشیم و قربانی بدهیم. اما من دلنوشته ای رو اینجا حضورتون تقدیم میکنم که اجازه فرمایید قبل از اینکه این دلنوشته رو تقدیمتون کنم، شعری رو که چندی پیش علیه خود خامنه ای علی خامنه ای سروده ام هجر نامه ایست، این رو اول تقدیمتون کنم و بعد برم سراغ اون دلنوشته. اون روزها آخوند خامنه ای مردم رو اشرار خونده بود و من به او گفتم رهبر اشرار تویی، دشمن احرار تویی، هم خس و خاشاک تویی، شیخ طمعکار تویی، مظهر احرار منم، جلوه دادار منم، مالک این خاک منم، حافظ اسرار منم، مار تویی، خار تویی، شیخ جفاکار تویی، بر سر هر برزنی چوبه اندار تویی، مهر منم، ماه منم، صاحب اینجا منم، داغ و درفشت کنون مرده به جان، منده به جان و تنم، شیخ خطاکار تویی، ظالم و جبار تویی، رهبر خونخواری دزد طلبکار تویی، وای که ضحاک تویی، دشمن این خاک تویی، لمیده بر تخت جم زاهد ناپاک تویی، بی سر و پا روز خان، بی سر و پا روز خان، با همه کس بد زبان، بر لب عمامت تیر و تفنگ است نشان، گفته ی آتش کنن تیر به مهسا زنن، خون همه مرد و زن جوی روانش کنن، باش که بار دیگر شور برآرد به سر، خلق به جان آمده برکندد با ظفر، ریش تو آتش زند نسل تو از جا کند، با نخ عمامت بر سر دارد کند، بر سر دارد کند، بر سر دارد، البته اگر زنده بمان. برحال میگوید که میکشند زبانشان هم به دروغ دراز است. چند سال قبل یادتون هست که در شهر مینیاپولیس آمریکا یک پلیس آمریکایی باعث مرگ جورج فلوید شد. خامنه ای و اعوان و انصارش چه قشقرقی به پا کردند و چه کارزاری به راه انداختند، از نماز جمعه ها گرفته تا رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و روزنامه ها و به اصطلاح مجلات وابسته به جمهوری اسلامی صبح تا شب در مرگ جورج فلوید داستان ها سرودند و بالاخره به نام شهید جورج فلوید خیابانی به نامش نامیدند و احتمالاً در آینده گنبد و بارگاهی با نام امامزاده جورج فلوید خواهند ساخت. اما جان کلام این است که خامنه ای که خود قاتل هزاران انسان است زبان به عربده کشی دراز کرد و گفت این آمریکایی ها میکشند و زبانشان هم به دروغ دراز است، اما خودشان میکشند و انگشت در چشم مردم میکنند.
وقتی روز سه شنبه دختره که معصوم بیگناه مهسا امینی را عوامل همین خامنه ای کشتند، با وقاحت تمام و با تأخیر سه چهار روزه فیلمی سرهم کردند، سرتاپا دروغ و چشم در چشم مردم دوختند و انکار کردند، انگار نه انگار که می کشند و زبانشان هم دراز است و انگشت در چشم مردم می کنند. اینها شعور 80 میلیون ایرانی و 8 میلیارد جمعیت کره زمین را به سخره گرفتند. خیال می کنند همه مردم جهان مثل خودشان دیو صفت و کم شعورند. اینان به شعور مردم هر روز و هر دقیقه توهین می کنند. وقتی در سال 1388 یادتون است جریان اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ نمود و میلیون‌ها نفر در خیابان‌های تهران به این دست درازی علی خامنه‌ای به حقوق مردم اعتراض کردند، من در رادیو 670 یادتون است گفتم اعتراض به نتیجه انتخابات انحراف موضوع است. ای مردم، شخص علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی را از ریشه هدف قرار دهید. امروز هم به دنبال قتل مهسا امینی گروهی شعار حذف گشت ارشاد و کاهش سختگیری و قوانین سختگیری در مورد حجاب را مطرح می‌کنند. نه آقا، مسئله این نیست. مسئله این است که ما با اصل حکومت اسلامی و قوانین عقب مونده حاصل از سهاری عربستانش مخالفیم. باید اصل جمهوری اسلامی، شخص ولی فقیه، هر کس که باشد، خامنه ای، پسر خامنه ای یا هر بی سر و پای دیگر را مورد هدف قرار دهیم و خواهان ریشه‌کن شدن جرثومه کثیفی که در خاورمیانه لانه کرده شد. دیروز ایران، امروز افغانستان و فردا کشور دیگری در آن دیار طعمه این هیولای 1400 ساله می شود. باید از ریشه خشکان این لجنزار متعفن را که اگر امروز نجنبیم فردا دیر است. دیروز ندا آقا سلطان و پویا بختیاری و هزاران جوان و سالمند دیگر را کشتند. امروز مهسا امینی و فردا فرزند من و تو را خواهند کشت. این بازماندگان تازیان 1400 سال پیش که در کشور ما لانه کرده و خود را ایرانی جا زده اند، اما همان تازیان گریخته از غارهای پس تاریخند رو باید از کشور را. اگر چنین نکنیم، نسل‌های آینده ما را نفرین خواهد کرد. هر کس با هر وسیله‌ای باید وظیفه خود را انجام دهد. اگر من به این رسانه دسترسی دارم، چرا نفس نکشم؟ چرا فریاد نزنم؟ باید که همه دست به دست هم دهیم. این دیو پلید، این ضحاک زمانه را از خانه برانیم. این یک وظیفه است. به خصوص آنان که توان بیشتری دارند نباید در این راه کوتاهی کنند. باید یک بار و برای همیشه این جرثومه کثیف یعنی جمهوری اسلامی را به زباله‌دان تاریخ سپرد. این ممکن نیست مگر با اتحاد همه نیروها و حرکت جمعی همه مردم در سراسر کشور. برای ما که در خارج از کشور هستیم، اتحاد جریان‌های سیاسی و کمک‌های مردمی می‌تواند راهگشای این امر ضروری و تاریخی باشد. تاریخ در مورد ما سخت قضاوت خواهد کرد. نباید از پای نشست. همون گونه که گفتم، امروز مهسا امینی، فردا فرزند من و شما کشته خواهد شد. باید که پرچم کاوه را برافرازیم و مدد کنیم تا اعراب حاکم بر کشور را از خانه برانیم. گفتند مهسا امینی مشکل قلبی داشته، سکته کرده. من یک پزشکم.
من یک پزشکم، کدام سکته قلبی را دیده اید که صورتش پف کند و کبود شود، از گوشش خون بیاید، دست و پایش سیاه شود؟ شما ما را نادان فرض کرده اید یا خودتان عقب مانده اید؟ چه می شد اگر با شهامت می گفتید که شکنجهش کردیم و خونریزی مغزی کرد و مرد؟ شما که پول اسلحه و قدرت دارید و اگر صدای مردم در آید گلوله می زنید، حداقل شهامت داشته باشید، نه اینکه با دروغ و فشار و تهدید و ساختن فیلم مسخره همیشگیتون باز هم فکر کنید ما احمقیم. نه، شما احمقید، چرا که از غارهای 1400 سال پیش الهام میگیرید. شما عقب مونده اید، شما مال قرن 21 نیستید. بروید، دزدی هایتون را کرده اید، بروید با پول دزدی مردم خوش باشید، ولی هر روز خون به دل این مردم نکنید. شما که همگیتون حسابهای پروپیمانی در کانادا و سوریه و روسیه و چین دارید، بروید، دیگر بس است. آخر چقدر شما رو دارید؟ بالاخره این مردم شما رو بیرون میکنن. اون وقت است که دنبال لانه موش خواهید گشت. نگذارید کار به اونجا بکشن. خامنه گورت رو گم کن، دست از سر مردم بردار، رئیسی قاتل، قالی باف دوست، بس کنید، بروید، میهن ما را رها کنید. مردم ما مردمش شما خودتون میدانید و خودتون از خودتون مطمئن هستید که مردم ما مردم شما نیستند. مردم شما مردم سوریه و لبنان و عراق و یمن و اعراب بدوی هستند. شما را چه به خون ایرانی؟ شما از ریشه و تبار عربی، اون هم نه عرب پیشرفته قرن 21. شما همون تازیان جاهلی که 1400 سال قبل این قوانین رو نوشتن. شما از 1400 سال پیش به قرن 21 پرتاب شده. شما مال قرن 21 نیستید. بروید، گم شوید. امیدوارم که مردم ایران دست به دست هم بدهن و این جرثومه فساد را از میهن عزیز ما پاک کنن. خب دوستان عزیز، امروز واقعا خون من به جوش آمده است و واقعا دیگر تحملی نمونده است. نمیدانم چه باید کرد. در این هزار توی در هم پیچیده باید این کلافه رو اصلا باز کرد. به هر حال بگذارید، اجازه بدهید که خدمتتون عرض کنم متاسفانه باز هم دست جنایت پیشه این جنایتکاران دو جوان دیگر رو از ما گرفت و امیدوارم که مردم ایران اگر قرار است حرکت کنند، یک بار چه حرکت کنند و یک بار را برای همیشه داستان جمهوری اسلامی رو به زوال دان تاریخ بسپارند. خب امروز متاسفانه برنامه پرسش پاسخ نداریم، برنامه کاملا سیاسی شد. باید هم سیاسی باشه، زندگی ما سیاسی است. اصلا ما اینجا چه کاری؟ ما چرا باید در امریکا زندگی کنیم؟ من چرا باید بود؟ درسته خدمت پزشکی در هر جای دنیا خدمت هست، ولی چرا نباید به مردم میهنم باشه؟ به هر حال روزی که احساس خطر کردیم مجبور شدیم که مهاجرت کنیم. مطمئنن اونها که تحمل ظلم و جنایت چنین حاکمیتی رو نداشتن و توانستن مهاجرت کرد، خب یه دل زیادی، بسیاری، 90% مردم همه که نمیتونن مهاجرت کنن. پس بنابراین باید دست به دست هم بدهیم و ریشه فساد رو برکن. خب شاید تعداد از دوستان، البته مطمئن هستم که این صحبت من به بسیاری از جیره‌خواران و
مزدوران جمهوری اسلامی که در همین امریکا هستند، در همین اورنج کانتی خودمون هستن، بسیار برخورده است. من خیلی خوشحال میشم که به شما بر بخورم. خیلی خوشحال میشم که به من فحش بدهید. خیلی خوشحال میشم که به من ناسزا بگوید. برای اینکه خودتون هم میدونید که دوام زیادی نخواهید داشت. برحال تعدادی از دوستان هم برحال منتظر صحبت های علمی من هستن. برحال من به عنوان یک متخصص بایستی که این برنامه رو بخش علمی اون رو هم پاس بدارم. اجازه بدهید که در این مورد هم صحبت بکنیم و بعد اگر فرصتی بود با هم صحبت خواهیم کرد، حالا یا در مورد موضوع سیاسی امروز یا در مورد مسائل پزشکی و سوالاتشون. یک به اصطلاح مقاله یک تحقیقی بود در مورد اینکه یک رابطه ای هست بین کووید 19، یعنی بین کرونا، بیماری کرونا و بیماری مکرال دیجنریشن. خیلی جالبه، وقتی من این مقاله خوندم خیلی برام جالب بود. جالبه که بدون یک اصطلاح جدیدی در پزشکی رایج شده به نام اینفلامیجینگ. بذاری من در این مورد توضیح بدم خود رو بشن تر بشید. اینفلامیشن یعنی آماس، التهاب. اینفلامیشن، شما مثلا دستتون به جایی میخوره، ورم میکنه، درد میگیره، این یک اینفلامیشن، یک آماسه. دندانتون درد میگیره، عفونت میکنه، اول آماس میکنه، التهاب داره، بعد چرکی میشه. اما یه تعداد از دردهای کرونیک و مزمن در افراد به اصطلاح سال خورده وجود داره که دائم کمرشون درد میکنه، زانوشون درد میکنه، آرنجشون درد میکنه، گردنشون درد میکنه، سردرد دارن. دردهای مختلف هست که اینها رو ما بهش میگویم chronic inflammation، یعنی یک آماس مزمن در کهنسال که هست. و واقعا هم هیچ وقت هنوز پزشکی نتوانسته است پاسخی به این inflammation یا آماس مزمن در کهنسالان بدن. این گروه آمدن و این اینفلامیجینگ رو مطرح کردن، میگوین آماس کهنسالان، ایجینگ یعنی کهنسالی، اینفلیم یعنی آماس، اینفلامیجینگ یعنی آماس کهنسالی. و این دردهای مزمنی رو که در بیماران وجود داره یا بیماری های مزمنی که در افراد کهنسال وجود داره، اینو به نام اینفلامیجینگ، یعنی این آماس ناشی از ایجینگ ما هستش، که یکی از اینها هم مکرار دیجنریشن. مکرار دیجنریشن اصلا اسمش هست ARMD، Age Related Macular Degeneration، یا فرسودگی شبکیه به دنبال کهنسال. خب این تحقیق رو یک گروه در که بیشترشون در کره جنوبی هستن، دکتر یانگ و همکارانش این تحقیق رو انجام دادن و میگویند که مکانیسم گرفتاری بدن ما به اصطلاح خیلی شباهت زیادی به گرفتاری افراد مسن به مکرو دیجنریشن داره. و بررسی کردن و میگویند که در حقیقت یک دیسریگولیشن کامپلیمنت کاسکید هست. میدونید کامپلیمنت کاسکید اصولا در بدن ما در حقیقت همون سیستم ایمیونیتی بدن ما هست که یک خیلی کاسکید بسیار پیچیده است و بسیار به اصطلاح یک زنجیره بسیار طولانی هستش که این ایمنی بدن ما رو تامین میکنه. حالا وقتی که این دیسریگولیت میشه، وقتی ریگولیت هست ایمنی ما سر جاشه، وقتی دیسریگولیت میشه یعنی اینکه از نظم طبیعی خارج میشود، ما
دچار اینفلامیشن می شویم، دچار بیماری های زیادی می شویم که تعدادش همون است که نام بود. به همین دلیل است که گفته شده است که کسانی که مکرال دیژنریشن دارن و دچار این دیسریگولیشن کامپلیمنت کسکید هستن و همین دیسریگولیشن کامپلیمنت کسکید هم به دنبال گرفتاری کرونا در بدن ما ایجاد میشه، پس بنابراین این دوتا بیماری خیلی شبیه هم هستن از نظر منشأ. حالا شاید یک روزی ما به این برسیم که اصلا مکرو دیجنریشن هم یک بیماری ویروسی است و ویروسی وارد بدن افرادی که مکرو دیجنریشن دارن میشود و باعث مکرو دیجنریشن میشه و این کسکه این دیسریگولیشن رو در بسیار کامپلیمنت کسکید اینا ایجاد میکنه. این تحقیق خیلی ارزش داره به دلیل اینکه واقعا داره ما رو به جاهای یواش یواش روشنی میبره. نکنه مکرال دیژنریشن یک بیماری ویروسی هستش و ما هنوز ازش خبر نداریم. خب اینا اومدن، این تحقیق خیلی خیلی جالب هستش که اینا اومدن بررسی کردن و دیدن که اتفاقا کسانی که مکرال دیژنریشن دارن اولا خیلی پرون هستن به کرون، یعنی خیلی بیشتر از افراد معمولی کرون دیزیز میگیرن، ببخشید کووید 19 میگیرن، کرونا نه کرونا میگیرن و وقتی هم که میگیرن خیلی سختتر از افراد معمولی این بیماره میگیرن و خیلی طولانی تره و خیلی از اینا به بیمارستان و به آی سی او منتقل میشن. پس بنابراین این تحقیق یک قدم ما رو به جلو میبره که برویم و دنبال این بگردیم که نکند ریشه مکرودیجنریشن یک بیماری ویروسی است و ما نمیدونیم. اگر اون روز برسد که و ما متوجه بشویم که مکرودیجنریشن ریشه یک ویروسه، خب خیلی مسائل حل میشود. میتوانیم واکسن علیهش درست کنیم، میتوانیم احتمالاً حداقل دارویی براش درست کنیم، حداقل چشم ما بازتر خواهد بود. الان چشم بسته به هر حال یه مقدار تزریق میکنیم که اینفلامیشن رو در افراد کم کنیم، ولی اون روزی که بدانیم واقعا عامل اصلی مکرال دیژنریشن اگر یک ویروسه، خب بهتر میتوانیم درمانش کنیم. به هر حال این مقاله رو خواستم با شما شیر کنم و بدانیم که واقعا کجا هستیم. مقاله دیگری که به نظرم جالب اومد و خواستم واقعا با شما شیر کنم اینه که تا مدت ها تصور می شد که برخی از داروهای ضد گلاکوما اینها رو نباید ما در دوران حاملگی مصرف کنیم، چون فکر می کردن باعث سقط جنین می شود و میسکریج یا سقط ایجاد می کنه. این گروه دارویی به خصوص گروه پروستاگلاندین ها، می دونید که داروهای پروستاگلاندین ایجنت ها داروهای بسیار مهمی هستند و بعد از کشف این داروها واقعا ما توانستیم گلاکوما رو مهار کنیم و از 80% که اینها به جراحی میرسیدن این رو به 20% برسانیم، به 15% برسانیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه با استفاده از دارو دیگه گلاکوما رو کنترل کنیم و احتیاج به عمل جراحی نباشه. پس این گروه خیلی مهمه. این گروه کیا هستن؟ این داروها، این دارو همون چیزی هستن که شما دارید مصرف میکنید، زلتان، لومیگان، تراوتان، نمیدونم لاتنوپراس، وایزالتا، اینا همین، اینا این گروه به اصطلاح پروستاگلاندین ها هستن. ما تا مدت ها فکر میکردیم که این گروه دارویی را اگر استفاده بکنیم، یعنی یک تئوری وجود داشت که میتواند باعث به اصطلاح کانترکشن یا انقباض رحم و باعث سقط جنین بشه. اما یک گروه محققین اومدن و از سال 2006 تا 2020، یعنی به مدت 14 سال اینها اومدن تعداد زیادی از زنان حامله رو که روی همین داروهای پروستاگلاندین بودن مورد بررسی قرار دادن. اینها در حدود 3881 زنی رو که پروستاگلاندین مصرف میکردن و 261 نفرشون حامله بودن، دیدن که در اینها یه چیزی حدود 26 مورد میسکریج داشتن. در مقابلش همین تعداد، یعنی 13881 زنی رو که گلاکوما داشتن و پروستاگلاندین مصرف نمی کردن
و در بین اونها در حدود 800 نفر حامله بودن 56 تاشون سقط داشتن. وقتی که از نظر آماری اینها رو بررسی کردن دیدن هیچ تفاوتی بین اونهایی که پروستاگلاندین مصرف میکردن، زنهای حامله ای که پروستاگلاندین مصرف میکردن برای گلاکوماشون، و اون خانمهایی که حامله بودن و پروستاگلاندین مصرف نمیکردن داروی دیگری برای گلاکوماشون مصرف کردن، هیچ تفاوتی در به اصطلاح میسکلیج یا سختشون نداشت. پس به این نتیجه رسیدن که پروستاگلاندین ها عامل سخت نیستن، چون در دو گروه هیچ تفاوتی نداشت. و حالا از اینجا اومدن به این فکر کردن که چون میدونید که داروهای همین دارو همین گروه دارویی رو برای خیلی از خانمهای جوان هستن که گلاکوما دارن، حامله میشوند و ما مجبور داروشون تغییر بدیم، فشار چششون بالا میره، مشکلات ایجاد میشه. همین گروه همین محققین اومدن، چون بازی تئوری دیگری هست که میگوید این داروهای پروستاگلاندین ساتوژنیک هستن، یعنی میتوانن تغییرات به اصطلاح دیفکت های ژنتیکی در نوزاد ایجاد، در جنین ایجاد بکنن. بعد این گروه اومدن تحقیق کردن و اومدن سطح داروی پروستاگلاندین رو در خون مادران حامله اندازه کرد، دیدن خیلی پایین، یعنی قطعی که چشمشون میریزه درسته که جذب میشه میره تو خونشون، ولی سطحش خیلی پایینه. دیدن اون محققینی که در سالها قبل اومده بودن و اثر به اثر تراتوژنیکی یا اثر نقص‌آفرینی در جنین رو بررسی کرده بودن، داروهای پروستاگلاندینی که مصرف کرده بودن 80 برابر زیادتر از این دارویی بود که در خونه این خانمای حامله است. خب معلومه، چون اگر یه داروی رو 80 برابر، چون اونا میدونن که روی حیوانات تحقیق کرده بودن، روی انسان که نمیشه تحقیق بکنی، در سالهای قبل اومده بودن تحقیق کرده بودن، دیده بودن که این داروهای پروستاگلاندین در موش‌ها و در خرگوش‌ها در جنینشون نقص ایجاد میکنه. این دانشمندان جدید اومدن دیدن نه بابا، اونها 80 برابر دوزی رو که به موش‌ها و خرگوش‌ها تزریق کردن، 80 برابر دوزی است که در خانم‌های حامله که دارن قطره می‌ریزن بوده است. خب معلومه اگر 80 برابر دوز مصرف بشه میتونه تراتوژنیک باشه. به این نتیجه رسیدن که بابا این داروها، یعنی به شکل قطره اگر استفاده کنید برای گلاکوماتون، تراتوژنیک هم نیستن، نترسید، روی جنینتون اثر نمیگذاره. بنابراین خب دست ما بازتر شد برای اینکه میتوانیم در روی بیماران حامله و جوانمون هم، خانمهای جوانمون هم این داروهای پروستاگلاندین رو هم استفاده بکنیم، یک نفس راحتی بکشیم و این مدرک رو داشته باشیم که آقا اینها نه تراتوژنیک هستن و نه به اصطلاح اثر به اصطلاح میسکریج و سقط دارن. این هم مقاله دوم بود که بسیار بسیار جالب بود. خب همینجا شاید سزاوار نباشه که من وقت بینندگان عزیز رو بیشتر بگیرم، میخواید تلفن ها رو باز کنید که اگر دوستان سوالی دارن سوالاتشون رو مطرح کنن تا من سوالاتشون رو در حد بذات برنامه پاسخ بدم. بله، این نکته دیگه. حالا یک نکته هم هستش که یعنی یک مقاله بسیار مفصل طولانی هستش که میگوید ما در مورد میگرن، ما به عنوان چشم پزشک، چون میدونید که یه تعدادی از بیماران میگرنی مشکلات چشمی هم دارن، یعنی گرفتاری های چشم در میگرن هم کم نیست، و ما هر روز داریم بیمارانی که به عنوان بیمارانی که میگرن دارن مراجعه میکنن و در حقیقت مشکلات چشمی هم دارن. خب این مقاله مفصل اومده و واقعا بررسی کرده که ما به چه رابطه ایست بین میگرن و چشم و چگونه با چه وسیله ای ما میتوانیم این رابطه رو توجیه کنیم. میگرن یک سردرده، چه رابطه ای داره با علائمی که در چشم ایجاد میشه؟
زیگزاگی که در چشم ایجاد میشه، تاریکی که در چشم ایجاد میشه، دردی که در چشم ایجاد میشه و حتی در دراز مدت واقعا اشکالات اعصاب چشم که ایجاد میشه در افراد میگیرنی چگونه است؟ گفته است که گرچه میگرن در حیطه متخصصین اعصابه، ولی چون علائم ناراحت کننده چشمی هم همراهش هست و میتواند کیفیت دید رو در زندگی مختل کنه، خب ما به عنوان چشم پزشک باید به اون بپردازیم. از این گذشته بیماری های سطح کره چشم، یعنی در حقیقت اثر چشم در برانگیختن حملات میگرنی هم خیلی مهمه. پس بنابراین شما همونطور که یک صدای خیلی وحشتناک، یک مسئله تحریک کننده اعصاب باعث روشن شدن میگرن میشه، آیا مسائل چشمی هم، یعنی خشکی چشم هم میتواند یک درد میگرنی رو در حقیقت تریگر کنه، تحریک کنه و میتواند سردرد میگرنی رو شروع کنه و حتی تشدید کنه. برعکس میگرن هم میتواند برعکس علائم چشمی چشم رو به اصطلاح تشدید کنه. یعنی چی؟ یعنی خشکی رو تشدید کنه، درد چشم رو، قرمزی رو و حتی دید. و بدین دلایلی که بیشتر بیماری های میگرنی اولین توجهشون به علائم چشمیشونه و خیلی وقتا افراد میگرنی به چشم پزشک مراجعه میکنن قبل از اینکه به متخصص اعصاب مراجعه میکنن. ما این که اونها رو به متخصص اعصاب به سر رجعت میدیم. خب اجازه بدید در این فاصله با یکی از دوستانی که روی خط صحبت بکنیم و بعد برنامه رو با هم پی خواهیم گرفت. دکتر رضاپور هستم از شگفتهای جهان چشم پزشکی، بفرمایید. است درود بر شما جناب دکتر رضاپور گرامی. من هم به نوبه خودم قتل این دختر ایران خانم مهسا امینی رو به شما، به خانوادش و به همه هموطنان عزیزم صمیمانه تسلیت عرض میکنم. و اما در مورد سوالم میخواستم به عرض شما برسونم که توی این هفته یکی از همکاران شما در همون سان فرانسیسکو به نام آقای دکتر رضا مرادی یک کلیپ منتشر کردم و به همه مژده دادن که ماکولا درمان شده در دانشگاه جان هاپکینز. میخواستم یه بزرگواری بفرمایید، یه اطلاعات دقیقی در این رابطه بگیرین و ما هم در جریان بذارین، چون ایشون با یک ذوق و شعف زیادی به همه افراد سالمند، پدر مادرها و در بزرگان مژده دادن که این مسئله. میخواستم ببینم حالا این هم عمومیت داره یا نه، هم باید به تاییدیه FDA برسه و اون باقی مسئله دیگه در حد من نیست، شما باید بفرمایید به ما. بسیار سپاسگزارم عزیزم. اولا از همدردیتون با مسئله وحشتناکی که پیش اومده در سن در مورد این مکروجش خدمتتون عرض کنم که گاهی اوقات اگر ما با شهامت بگوییم چیزی رو نمیدانیم، دلیل بر بیسوادی ما نیست، دلیل بر باسوادی ماست. چون اون چرا که میدانیم با شهامت اعلام میکنیم، اون چرا که نمیدانیم میگوییم نمیدانیم. من در مورد این کلیپ هیچ اطلاعی ندارم که ای آقای دکتر رضا مرادی، حتما میروم و در موردش تحقیق میکنم و به اطلاعاتو میرسونم. اما اون چه که مسلم هستش، من تقریبا اگر نگاه کنید در ماه در حدود 16 تا مجله، این یکیش هست مثلا آینه، 16 تا مجله چشم پزشکی به دست من میرسه و من این شماره که الان جلوی من هستش این مال همین ماه گذشته است، مال آگست، و هر روز من اینها رو مطالعه میکنم و اگر چیز تازه‌ای باشه حتما با شما شیر میکنم. در این مورد که در بیمارستان در دانشگاه جانز هاپکینز روی میدونم که روی مکروجنشن تحقیق بسیار زیادی میشه و کم نیست این تحقیق، و عرض کردم همین صحبت که من امروز کردم که دکتر یانگ و همکاراش در کره جنوبی روی این تحقیق کردن، ما رو یک قدم جلوتر بردی که نکنه اصلا مکرودیژنشن بیماری ویروسیه، خیلی شباهت داره به رفتارهای به اصطلاح کووید 19 در بدن ما. یعنی همون آماسی رو که کووید 19 در بدن ما ایجاد میکنه، در حقیقت مکرودیژنشن نوعی آماس مزمن در چشم هستش. حالا
در این مورد عرض کردم تحقیقات زیاده، بیشتر این تحقیق الان اونه که واقعا دارن دانشمندان رو سه تا چیز کار میکنن. یک، اینکه ما بتوانیم از طریق به اصطلاح استم سل به خصوص مسئله ماکرولیژنشن حل کنیم. دو، از طریق جین تراپی بتوانیم. سه، از طریق پیوند شبکی. این سه تا تحقیق الان در جریان هستش. حالا عرض کردم این تحقیق جدید هم که اومد که یک عامل عفونی رو برای ماکرولیژنشن مطرح کردن، اون دیگه خیلی جالب هستش. ولی به شما قول میدم که در این مورد به خصوص برم ببینم آقای دکتر رضا مرادی چی گفتن و در مورد این مسئله تحقیق کنم و هفته آینده بیشتر در موردش صحبت کنم. در این مورد من واقعا هیچ چیزی نشنیدم و هیچ اطلاعی ندارم. نمیدونم آقای دکتر چی گفتن. اتفاقا ببینم دکتر رضا مرادی هم کی هستن، چون ایشون رو نمیشناسم. برای در این مورد با تو صحبت میکنم. با سپاس از شما عزیزم، اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگه هم صحبت کنم. دکتر رضا پور هستم، بفهمید عزیزم. الو. الو، سلام. سلام عزیزم. از ایران صحبت میکنم. بفرمایید عزیزم. من جناب آقای اتحاد هستم. بله، مرسی، خیلی ممنونم. امروز فقط اتحاد. مدایر سلطنت حس کمیسه کارگری. فقط رنگ سفید نشونه آزادی ایرانه. نه هیچ رنگی رو مردم دیگه قبول نکنید، نه بنفش، نه آبی، نه کوپ، نه زهرمار، هیچ رنگی رو، فقط رنگ سفید. حالا خبرها رو میدم. من آقای دکتر، ایران مردم الان خیلی دروغ فشارن، تو گرونی، تو فقر، تو فحشا، همه چی هست، همه اینا هست. یک عدد سیب زمینی شده 9000 تومن، یه دونه سیب زمینی 9000 تومن. مردم غیرت کنیم بیان بیرون، مردم غیرت کنیم همه بیان بیرون. اهواز، آبادان، خوزستان، تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، سبقت، هر جایی که میتونیم بیان بیرون. کرج، کرجی های تهران، همه جا بیان بیرون. همه ایران فردا بیان بیرون. فردا به خاطر این خانوم بنده خدایی که فوت کرده، امروز که تشییع جنازه بود، فردا همه سبقت، طریبان، سنندرز، همه اتفاق کردن. بازاری های با غیرت، معلم ها، دانشجو ها، همه اتفاق کردن که همه بیان بیرون، مغازه هاشون رو ببندن. همه خیلی ناراحتن. فقط به خاطر این هم نیستن آبدکتو معلوم گفتم، به خاطر گرونی، فقر، حساب، همه بیان بیرون. به خاطر بی آبی، به خاطر بی برقی، همه بیان بیرون. اتحاد کنید بیاد بیرون. 3 میلیون ستارخان و باقرخان، 3 میلیون ستارخان و باقرخان، از تبریز تا اهواز، آبادان، اصفهان، کرج، تهران، همه بیان بیرون. بیان بیرون 3 میلیون، 35 میلیون بیان بیرون. در عرض 5 روز کار این رژیم تمومه. فقط مشکل ما بی‌اعدابی یا با اعدابی نیست، مشکل ما اصل نظامه. یعنی کلن این نظام باید بره. یعنی انقدر به مردم که این سنسا آقا زمین های مردم رو میگیرن نمیدن، اون از گرونی، اون از فرق، اون از فساد، اصلا یه بعدی شده، نه پول می... اصلا افتضاح ادن آفتضاح. بسیار سپاسگزارم. مطمئن هستم که ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، من و تو، رادیو فردا، اینا مردم همه تونو گذاشتن سر کار، مخصوصا اون مسیح علی نجات. اون هم شما رو گذاشته فقط به خاطر بی اضافی، اون هم شما رو گذاشته سر کار. نه اونایی که من گفتم همه با هم دوست ازم در مورد مسیح علی نجات شبم دوست بانا رفتم صحبت کردم. کم لطفی میکنین ها. آقای امیرخان منو میشناسه، همه بیان بیرون، فردا بیان بیرون. انشالله که حتما همینطور خواهد شد. بدبختی بیان بیرون کارو تموم کنید. 3 میلیون ستارخان و باقرخان بیان بیرون. از تبریز، اهواز، اصفهان، کرج، مشهد، شیراز، همه بیان بیرون کارو تموم کنید. اگه دوست دارید زودتر کار تموم بشه بیان بیرون. اگه دوست دارید هم گاماس گاماس برید جلو. این وضعیته که هر روز میبینید. بسیار ممنونم، سپاسگزارم از اطلاعاتتون، بسیار عالی. خب خدمتتون عرض کنم که
برحال مردم به جان آمده ایران مطمئنن، حالا امروز یا فردا هم بیرون نیان بالاخره بیرون میان، مجبورم، چاره ای ندارم. فریدون وقتی تمام پسراش رو کشتند مجبور شد بیاد. برحال بر ضحاک بشورد و شورید و مردم هم بر ضحاک زمانه خواهند شوری. واقعا شهامت باید بخرج داد. همیشه همیشه موفقیت فقط یک قدم اون طرف شهامت. اگر شهامت نباشد هیچ چیز نه. اگر شجاعت نباشه هیچ چیز نه. موفقیت ما فقط یک قدم اون طرف شهامت. خوب عزیز فهمید. دوست عزیزم بفرم. دکتر رضاپور هستم، بفرم. الو جان سلام. من چشمم یوویت داشت، التهاب کل ساختار چشمم داشت و شبکیم جدا شد. بعد تو شیراز عمل کردم، گفت روغن برات تزریق کردم، منتها بازم خوب نشد دیگه. دکتر گفت دیگه کار بیشتری از دست من بر نمیاد، ولی انحرافم الان پیدا کرده. بهش گفتم انحراف و چه کار کنم، گفت اینم دیگه دستش نزن چشمت بدتر میشه. میخواستم اینم نظر شما چی هست؟ یعنی من دیگه باید کامل نامید باشم؟ شما اون یکی چشمتون چطوره؟ اون یکی هم مشکل داشتم، برام آزوردکس تزریق کرد، خیلی الحمدلله خدا رو شکر الان راضی هستم. خب کار خوبی کردن، آزوردکس رو براتون تزریق کردن. شما پس یوویتیس دو طرفه داشتی، در هر دو چشمتون یوویتیس داشتی. آیا علت این یوویتیس رو تونستن پیدا کنن؟ دکتر جان من یک مار آزمایش‌های مختلف رو انجام شد، هیچ علتی تشخیص ندادن. خیلی خوب. اینا بله، تقریبا 60% موارد ما نمیتوانیم علتی برای یوویتیس پیدا کنیم. به اصطلاح انان اوریجین هستن و ریشهشون مشخص نیست. گفته می شود نوعی آتو ایمیون دیزیزه، نوعی بیماری خودیمنی است که چشما رو گرفتار میکنه. ببین عزیزم، کسی که یوویتیسش به این حد پیشرفت میکنه که به جدا شدگی شبکی می انجامه و شبکی عمل میشه، خب احتمالا چشم که عمل شده دید زیادی نداره. متوجه هستی؟ چقدر دید داره چشمی که عمل شده؟ بله، فقط یه نور میبینم. یه نور فقط میبینم. انحراف این چشم اگر عمل بشه سر جاش باقی نمیمونه، یعنی دو مرتبه بر میگرد، چون دید زمانی چشم منحرف رو، چشم انحرافدار رو ما عمل میکنیم که دید داشته باشه. وقتی چشم دید داشته باشه سر جاش میمونه، وقتی دید نداشته باشه دو مرتبه بر میگرده سر جاش. بنابراین یک عمل بی خود رو نباید به شما تحمیل کنن. من هم با دکترتون موافقم که دستش نزنید و زیاد به اصطلاح به این نپردازید. خب چشمی که در این هفته زیاد دیگه دستکاریش نکنید، فقط بچسبید به اون چشمی که دید داره، مواظب اون چشم باشید که اون چشم حداقل بتواند زندگی شما رو اداره کنه. دکتر جان یه سوال دیگه، چشم سالمم چسبندگی داره جلو چشمم، دکتر گفت موقع عمل آب مروارید انجام بدم اونو باید درستش میکنم، گفت فعلا کاری نداشته باش بهش. بله، چسبندگی برای ببینید چسبندگی یک بخش جدا نشدنی از یوویتیس. وقتی شما یوویتیس میگیرید آیریستون میچسبه به لنز، موقعی که میخوان عمل کدرک بکنن خیلی راحت میشه اون چسبندگی رو جدا کرد. همیشه این کار رو ما میکنیم و عملی کدرک رو انجام میدهیم. فقط من مطمئن هستم ما همکاران بسیار 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 ورزیده و بسیار متبحر و بسیار دانشمند در رشته چشم پزشکی در ایران داریم، چه در شیراز، چه در تهران، چه در اصفهان، در تبریز، همه جا. من این رو دقیقا میدارم، همه بسیار دانشمند هستن و همه توانمند هستن. من مطمئن هستم که این مشکلی پیش نخواهد اومد براتون. موقع عمل جراحی اون چسبندگی رو به راحتی جدا میکنن و عمل جراحی کدرک رو براتون انجام میدن. برای
بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کرد. خدمتتون عرض کنم که داشتم من در مورد میگرن صحبت میکردم، مرتی گفتم این یک مقاله بسیار طولانی هستش، شاید هم از بحث امروز خارج باشه، ولی به هر حال با درک درست از رابطه بین میگرن و چشم، ما متخصصین چشم قادر خواهیم بود که اولا درمان و در ثانی آموزش بیشتری به بیماران میگرنیمون بدهیم و در صورت لزوم به متخصص درست راهنماییشون کنیم که از این مشکل واقعا مزمن رهایی پیدا کنن. حالا علائم چشمی میگرن رو من یه بار ذکر میکنم، گرچه کسانی که برای میگرن دارن خودشون بهتر میدونن، ولی اونایی که میگرن ندارن هیچ وقت نمیدونن که علائم چشمی میگرن چی هستش. اینو معمولا میتواند علائم چشمی میگرن با سردرد همراه باشه یا نباشه، یعنی شما میتوانید میگرن داشته باشید، علائم چشمیش تظاهر بکنه و سردرد هم نداشته باشه و یا سردرد داشته باشه، مهم نیست. اما یک نکته خیلی مهمه، ترس از نور یا فوتوفوبی، یعنی وقتی شما میگرن میگیرید، نور، کوچکترین نور شما رو به شدت آزار میده و سردرد درتون ایجاد میکنه. و ویژوال اورا، گاهی اوقات میگرنی ها قبل از شروع میگرنشون در جلوی چشمشون زیگزاگ میبینن یا فلاشینگ نور میبینن یا اینکه مثلا لکه‌های سیاه میبینن، اینها رو ما بهش میگیم ویژوال اورا. اینا هستش و بعد درد چشم شروع میشه و اینا معمولا شایع‌ترین و به اصطلاح آزاردهنده‌ترین علائم میگرن در چشم هستن. فوتوفوبی در 90% بیمار میگرنی دیده میشه. فوتوفوبی یعنی چی؟ یعنی ترس از نور، همین که گفتم، به محض اینکه نور به چشمشون میخوره. به همین دلیل بیماران میگرنی دوست دارن برن توی اتاق تاریک، چشمشون رو ببندن، یه پتو بندازن رو سرشون و یه 24 ساعت واقعا زیر اون تاریکی بمانن تا سردردشون برطرف بشه و به اصطلاح راحت بشه. گرچه این فوتوفوبی میتواند علامتی از به اصطلاح یک علامت میگرن باشه، ولی بیماری های دیگر هم هستن که فوتوفوبی ایجاد میکنن، مثلا زخم قرنی. کسی که زخم قرنی داره میتواند فوتوفوبی هم داشته باشه، یا مثلا فرض کنید کسی که تبخال چشمی داره اونم فوتوفوبی داره. پس برنامه نباید اینا رو با هم اشتباه بکنیم. در صورت متاسفانه برنامه امروز اجازه نمیده که من در مورد میگرن صحبت کنم، ولی به شما قول میدم که این مقاله بسیار مفصل در مورد میگرن رو ما بررسی بکنیم و بدانیم که اصلا میگرن از کجا شروع میشه و چرا به چشم سرایت میکنه. در صورت متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. برای همه شما روز آفتابی، شبهای مهتابی آرزو میکنم. خرد همراهتان، طبیعت نگهدارتان، بدرود تا درود دیگر و با سپاس از شما دوستان و عزیزانی که با من همراه بودید. دوستانی که به روی خطا موندن، حتما هفته دیگر با هم صحبت خواهیم کرد. با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز که همیشه رابط ما و شما هستند و همیشه ما رو داهیانه و اندیشمندانه کارگردانی میکنن. امیر عزیز با سپاس، بدرود تا درودید. درود به بینندگان عزیز، هر کجا که هستید شاد و خوش باشین و همچنین ریسک سرمایه گذاری های دیگر هم بسیار زیاد شده است. مسئله‌ای به وجود می‌آورد
که برخلاف آن زمانی که تورم در 1979 بود بهره هم بالاتر می پرداختن، ولی الان خیلی پایین هستن و خیلی کم می پردازن. برای حل این مسئله